احمد جان بیا بالا شما. عرض ادب استاد، خسته نباشه. زنده باشه. خدا قوت. سلامت باشید. سلامت باشید. استاد عرضم به خدمتتون که من حالا هفته اول که متاسفانه نتونستم پوزیشن بگیرم، هفته اول از هفته دوم در واقع از دوشنبه دیگه در واقع شروع کردم پوزیشن گرفتم و دیگه مجبور شدم تایمای پایین در واقع پوزیشن بگیرم. معمولا تو 4 ساعته 1 ساعته مثلا تاییدیه میگرفتم، ولی خب حالا من تایمای پایین تر. بعد استاد یه بحثی هست که در واقع قبل از اینکه دوره منتورشیپ به شما برگزار بشه، گرافایی که من از استیتمنت ها میگرفتم همه هیجانی بودن. خب یعنی مثلا همه حالت مثلا اگر مثبت بود حالت کوه داشت، یعنی همش پله اینجوری میرفت بالا یا مثلا دره میومد پایین. ولی الان گرافایی که حالا خودتونم مثلا مشاهده کنید همش حالت در واقع شیب ملایم داره، حالا چه مثبت چه منفی. و در واقع به نظر مثلا اگر شخصی اگر حتی شخصی که حتی معامله گر هم نباشه و مثلا اینو ببینه، در واقع به نظر من اینه که مثلا آقا جناب عالی منطقی تر داری معامله میکنی، هیجانی معامله نمیکنی. آفرین. بعد استاد این حالا این بحث در واقع نتیجه مثبتی گرفتم، فقط مشکلی که الان من دارم این هستش که قبل از اینکه دوره شما برگزار بشه من با یه سیستمی کار میکردم مثلا ایچیموکو در واقع، که خب خیلی باش مچ بودم، تقریبا خیلی هم روش وقت گذاشته بودم، به نتیجه نرسیدم. یعنی هنوز جا داره، به هر حال جزئیاتش خیلی زیادن و اینا. می‌خواستم بگم اگر شما در سود میگیره حتما همون حرفی که به دوست دیگه‌مو زدم، با کی صحبت کردم قبلش الان یادم نیست. آره یکی از بچه‌ها درست گفت که با همین آره دقیقاً. ببین اگه استراتژی شما در سود ازش میگیری به شما ولش نکن. حالا الان که میگی نه، ولی در کل سود ده. خب اون من تستش که نکرده بودم. آره اون من داخل ژورنال نبرده بودم که تستش کنم. آه. ولی خب مراحل انتهاییش بود. بعد دوره شما که شروع شد من گفتم که به هر حال اگر توفیق اینو داشتیم که مثلا تا مرحله سوم بریم جلو، به هر حال استاد که ما مثلا ایچی کار نمیکنه، مثلا آی سی تی اینا مثلا کار نمیکنه دیگه، نهایتا میخوایم ما پرایس اکشن و جی تی اس ها رو ما کار کنیم. از این جهت کلا اونو گذاشتم کنار. مون تو مشکلی که بود من هر موقع میخواستم تحلیل کنم چهار تا همش بعد یه گوشه این ایچی موکو یه ذره فعالش میکردم میدیدم و این همه شده به جنگ اعصاب. خب یه کاری کنم زیاد... یه کاری کن. ببین جورنال که الان در شما در اختیار داری حقایق رو به شما میگه. خب شما هر چی رو یاد گرفتی هر استاد یاد گرفتی، البته پیاده سازیش خیلی مهمه، یعنی خود شما میدونید تو این دوره هم یاد گرفتیم پیاده سازی استراتژی از خود استراتژی مهمتره. چون شما الان بگم پول بک، شما یه جایی که پول بک اصلا نیست تشخیص بده پول بک، بعد بگیم پول بک، معلومه که استراتژی درست رعایت نشده. ولی اگر کسی داره اون استراتژی رو در واقع یاد میده و یه جورای پوزیشن گیری هم میکنه، شما میبینی میتونی استراتژی بیاری تو ژورنال و تو دراز مدت اون رو آر به آرش رو در بیاری، ویدینگ ریتش رو در بیاری، حقایق رو ژورنال به شما میگن. لازم نیست قضاوت بکنیم. ما متاسفانه تو ایران خیلی مردم دنبال پیدا کردن حقایق از نتایج نیستن، بیشتر دنبال ادعا و رویا خریدن هستن. برای همین اینقدر استراتژی مختلف اومده. کی میدونه اینا کار میکنه یا نه؟ تنها چیزی که میشه ازشون فهمید ژورناله. کافی اون طرف اصلا بگه، نه اینکه فقط بیاد دو تا پوزیشن که سود ده بوده رو نشون بده، نه لایو. ببین من در مورد یورو دلار، در مورد بیت کوین و در مورد IDUSD قبل از اینکه مارکت حرکتی بکنه من تو کانال گذاشتم. غیر از اینه نتایجش با هم دیدیم چی بود. غیر از اینه که اون چیزی که فوروارد تستینگ بود انجام دادیم، یعنی اون چیزی که آینده هنوز اتفاق نیفتاده بود. اگه کسی این کارو میکنه، اون که داره آموزش میده، اونو شما قضاوتی هم راجعش نکن. اصلا عالی، فرض بگیریم عالی، اونو میریش تو ژورنال تبدیلش کن به یه در واقع تعدادی از پوزیشن هایی که میتونن به شما یه نتیجه بدن. حالا میگم اصلا ای چیه، نمیدونم ICT نمیدونم RTM، من هزار تا این استراتژی که با اسمای مختلف اومده من خیلیشون اصلا نمیدونم چیه، نمیخوام هم بدونم، نمیخوام ذهنم آلوده بشه. همین حرفی که دقیقاً شما زدی در مورد ایچی، من ایچی رو خیلی دوست دارم ولی اما اوایلش فهمیدم که خیلی پیچیده است. من ترجیح دادم یه استراتژی ساده‌تر رو انتخاب کنم و باشم وقت سود گرفتم دیگه نرفتم سراغ ایچی، سراغ هیچی نرفتم. خیلی از این دوستان میگن نم لنس بیگز نمیدونم البروکس و من اصلا نمیخوام برم سراغ اونا.
برای اینکه ذهنم کثیف میشه، ذهنم آلوده میشه. وقتی من یه سیستم دارم، ما فقط یه سیستم سوددهی میخوام داشته باشیم تو این بازار، یه دونه. میخواد بازار میلیون ها استراتژی داشته باشه که چه بدونم سودده باشن. من اصلا با اونا کاری ندارم، قرار نیست همه اونا رو بدونم، قرار نیست وقتم طلب. من مگه چقدر زمان دارم؟ مگه چقدر ذهنم چیز داره؟ چی میگن؟ هارد درایو ذهنم مگه چقدر جا داره که با هم پرش کنم با مزخرفات؟ من یه دونه استراتژی سودده داشته باشم برام کافیه. توی قسمت تکنیکال راجع به کار میکنیم. برای این شما هم همینطور. به نظر من اینها رو میتونیم بیایش همه رو بچپونیش تو جورنال، اینجوری بهت بگم، و ازش نتیجه بکشی بیرون. اون نتیجه برای شما میشه در واقع یه جورایی پروف، مدرک که کدوم استراتژی داره کار میکنه و من به کدومش بچسبم. یه وقت میدیم مثلا شما اصلا با ایچی بهتر کار میکنی، یا مثلا همین گفت مثلا من استراتژی 5 دقیقه دارم با 5 پیپ استاپ چه بدونم دارم با سود میگیرم، این اصلا اوکیه، این نتیجه داره نشون میده که طرف داره سود میگیره، نباید رهاش بکنه. حتی به نظر من مثلا امینم باید بیاد بشینه ببینه که مثلا استراتژی که خودش داره بیشتر سود میده یا استراتژی رضا تو دراز مدت تو 100 تا پوزیشن. اگه استراتژی خودش بیشتر سود میده اصلا بچسبه به استراتژی خودش. من تعصبی نسبت به استراتژی اصلا اینجا نیستیم که بخوایم من استراتژی خودم ثابت کنم. اینجا هستیم که ما راههایی که از بازار میشه پول در آورد رو و با اون خصوصیت اخلاقی ما سازگار هست رو اونها رو پیدا بکنیم و بچسبیم به اون که موفق بشیم، پول در بیاریم. حالا از چه شیوهی باشه که اصلا مهم نیست، مهم با کمترین ریسک ممکن بتونیم ما دراز مدت سودده باشیم. حالا میخواد استراتژی مال رضا گلشایان باشه، میخواد مال محمد باشه، میخواد مال ایچی باشه، میخواد مال آی سی تی، هرچی، اصلا فرقی نمیکنه. برای من اصلا پیشنهادم به شما، تو بارها هم گفتم، استراتژی که شما خودتون باش سود میگیرین از همه مهمتره. اصلا مهم نیست استراتژی من باشه نه. کل حرفم همینه ماما جان. دست شما در نکنه. حالا من در واقع به این صورت نگاه میکردم که مثلا ما همون جی تی اس، خب استاد روشی که شما دارید خیلی جالبه، هم جی تی اس ها هم در واقع بقیشون اکثر روش های دیگه در واقع نشأت گرفته از این هستن. یعنی خیلی از روش ها مثلا داخل خودم داخل ایچی خیلی از جاها نقاط ورودی که میده در واقع شما مثلا نگاه کنید میبینید مثلا همون پول بک، همون جی تی اس پول بک خودمونه، فقط نوع در واقع دیدش فرق میکنه و حالا مثلا بگیم اسمش فرق میکنه. یعنی از این جهت خب خیلی خوب، ولی خب حالا پس فرمایشتون جدا بررسی بشه دیگه، در واقع اون یه استراتژی، اینم یه استراتژی، ببینیم آقا کدوم واقعا جواب میده. ببینید چه خدمت به شما میکنه جورنال، باعث میکنه شما اولا که یه ایدهی که تو ذهنت داری سالها ممکنه شما رو درگیر مثلا فرض کن ایچی بکنه، میگم مثال ایچی چون اینجاست این چی رو میزنم، بعد تا موقعی که نگرش تو جورنال یه دیدی مثلا 5 سال گذشته هنوز شما به ایچی دل بستی و داری باش کار می‌کنی، کلی هم تا حالا ضرر کردی، کلی هم وقتت گذاشتی، کلی هم می‌بینی تو سوشال مدیا راجبش بحث هست، ولی می‌بینی که وقتو گذاشتی و نتیجه شده بعد از 5 سال ضرر و ضرر و ضرر. شما فقط کافیه که بیاریش توی مثلا جورنال با 100 تا 200 پوزیشن اینو به محک بزنی، به معرض در واقع تست و آزمایش بذاری. نتیجه‌ای که میده به شما مشخص می‌کنه که وقت تو باید بذاری. شاید این 1-2 هفته بیشتر زمان نبره، ولی 5 سال شما رو جلو می‌ندازه تو بازار. جلو می‌ندازه. درست. خب بعد استاد یه سال دیگه هم داشتم. یالا خودتون نگم ببخشید. استاد داخلی که وایساتون بود، یالا ویدیوهاتون بود، صحبت می‌کردیم، می‌گفتین که مثلا توی یک معامله که من مثلا خرید وارد که میشم، فرضاً 50 پیپ ازش سود می‌خوام. خب بعد مثلا به 30 پیپ که میرسه یا مثلا به 40 پیپ که میرسه یک تاییدیه الگوی برگشتی میده، خب من همونجا خارج میشم. این چنین چیزی یادم، یعنی مثلا یه الگوی کندلی مثلا میده قبل از اینکه به تی پی مثلا 1-1 برسه، خب به یک مثلا فرضاً برسه، به تی پی اول برسه، من خارج میشم یا مثلا ریسک فری میکنم. خب من اکثرا این کارو که میدم همش دارم سر به سر خارج میشم، یعنی مثلا همش آره، یعنی ضررات منفی $10، سودا صفر، یعنی مثلا این همش داره در واقع این برعکس برای من کار میکنه. اینو باید چیکارش کنیم؟ اینو ببین، من توی ویدیو گفتم یه جاهایی کندل ها اگر رو سطوح نباشن معنی تصادفی دارن، اتفاقا خیلی اینا اصلا ساخته میشن که شما این کارو بکنی. اینجوری بهت بگم، ساخته میشن که شما در واقع به بازار بپری بیرون سود نکنی. اگر قرار بود یه خط راست باشه، کندلی نباشه که راحت‌تر میشه سود گرفت. که تمام این داستان در واقع همینه.
که باعث بشه که شما یه قضاوتی بکنی که درست شاید نباشه، شاید هم باشه، ولی نتیجه در نهایت نشون میده که این قضاوت درست نبوده و شما مثلا یه چیزی که میتونست سود خوب شما بوده ازش پریدی بیرون، سود نگرفتی، ولی در ضرر این کارو نمیکنی. یعنی وقتی ضرر استاپ میذاری، اون کندل برگشتی هست، با ضرر نمیبندی، با ضرر کمتر نگه میداری که استاپت بخوره و نتیجه میشه تو دراز مدت اینکه ضررها زیادن، سودا کم. این نمیگم اینا برای خودم پیش نمیاد، هنوزم پیش. ببین منم عین شما، عین شما سعی کردم این موارد که دیدم خب کمتر روم تاثیر، تفاوتش همینه. یکی تو کنترل ریسک، یعنی نگاه کنین توی پیاده سازی استراتژی ما هیچ تفاوت زیادی با هم نداریم، حالا میبینین تو قسمت تکنیکال. خب یه جاهایش فقط اون صبره باید بیشتر باشه، کنترل ریسک باید بیشتر باشه، نمیدونم باز و بسته کردن پوزیشنایی که، یعنی بستر پوزیشنایی که بازه باید دقیق تر باشه، اینا رو بیشتر با هم کار میکنیم. یعنی اینا تفاوت نتیجه رو ایجاد میکنن. خب حالا بگیم 1% هم باشه، بازم 1% فرق نداره که، حالا در نهایت اولی که باید مثبت باشه. حتی من نگاه میکنم همه شما در واقع اکثرا منفی بودید. مهدی رو دیدم خیلی خوب نتیجه گرفتیم، میخوام بعدش باهاش صحبت بکنم که چیکار کرده. پویا که صحبت کردیم که عالی بود، مطلبم که خوب بود، و بقیه هم تقریبا همه توی ضرر بودن. حالا تعداد زیاده دوستان موندن، وقت زیادی هم نداریم، نمیدونم چجوری میشه این زمان رو هندل کرد. آره دست شما در نکنه، دست شما در نکنه. چرا قسمت بعدی رو بذاریم مثلا برای هفته بعد که راجبش صحبت کنیم، چون دو ساعت هم گذشته. الان نمیدونم 6 7 نفر دوستان موندن و مهدی را من میخوام صحبت کنم، تو مهدی آخر سره توی نوبت. دوستان جلوتر اجازه میدم با مهدی صحبت بکنیم؟ امید جان، شهریار جان، مهران جان، مهرک جان، این حرفا چیه؟ ما همه جانی چیزی که نیست که. بله آقا، بله حتما. مرسی مرسی برای. مهدی جان بیا بالا یه دقیقه. سلام استاد، وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. خواهش میکنم، سلامت باشین. مهدی جان نتیجه جانب. خیلی خوب بود. من میخوام که ممنونم، لطف دارید. چیکار کردی؟ این خیلی مهمه. میخوام تجربتو برای دوستان بگی، چون توی فضای ثابت با همه دوستان بلد. شما نتیجه خیلی عالی گرفتی. لطف دارید، ممنونم. من استاد حقیقتا اولین چیزی که بهم خیلی کمک کرد ژورنال بودش، چون من همین استراتژی MKGTS که دارم همون GTS و شخصی سازی شده است، واسه این اسمشو گذاشتم MKGTS. همون آره دیدم MK نوشتی، آره مهدی کنانی GTS. آره شخصی، آره بعد این یه چیزی بذار MKS مهدی کنانی سیستم بعد پکیج کنم بفروشم. آره بعد اصلا من چیزایی که تو این تایما یاد تو این کلن زمان یاد گرفتم، اینا همیشه مثلا پراکنده بودش. من بعد از مایی که مثلا ژورنال دارم چیز میکنم و داشتم این استراتژی رو روی کاغذ آوردم و نوشتم، خیلی نکات مثلا به ذهنم رسید که از این تونستم ازش کمتر کنم، زیادتر کنم، و یک چیز بهینه از توش در اومد. و بعد خیلی از اشتباه هم میگم از طریق همین ژورنال تونستم اصلاح کنم. مثلا میگم من هفته یک هفته که ضررده، حتی ضررده هم بودم، من اون هفته درصد وین ریت همین MKGTS 70-80% بودش، ولی این هفته با اینکه 50% بود درصد وین ریتش، ولی خب سوده بودم. چرا؟ چون مثلا دیده بودم توی ژورنال من معامله های 1-1 هم مشکل دارم، مثلا اگه می دیدم 1-2 بگیرم خیلی بهتر. الان با اینکه 50% بوده MKGTS هم، ولی چون اکثر معامله هم 90%شو 1-2 گرفتم، این هفته دیدم سوده بودش حسابم. و بعد میگم من همین حرکت، من همین کار رو ادامه دادم. و فقط اصلا من یه سوالی دارم ازتون. من وقتی که مثلا میگم 2-3 تا معامله ضرر میکنم، دیگه به همم میریزه معامله های بعدی پشت سر هم ضرر میشه، نظرتون روزانه چند درصد ضرر منطقیه؟ با چند تا مثلا معامله حداقل ضرر کنیم مثلا منطقیه که دیگه این روزو ادامه ندیم؟ یعنی یه تکنیکی که میتونم بهت بگم که خب مثلا بر اساس ریسک مشخص میری جلو دیگه، مثلا 1% بیشتر ریسک نمیکنی که، درسته؟ بله درست. یه تکنیک که میتونم بگم، اگه مثلا دوتا معامله ضرر شد، معامله بعدی رو مثلا میتونی ریسک تو بکنی 0.5%. خب یه فضای باز ذهنی برات ایجاد میکنه، یه امنیت خاطر ایجاد میکنه که شما مثلا اون یکی هم 1% ضرر نشه، دوتا خشاب دیگه داری که خالی بکنی تا بشه 1%. نمیشه میگم اینا یه سری تکنیکایی که کسایی که مثلا میرن دراز مدت کار میکنن، مثلا به این نتیجه میرسن که مثلا اگه مثلا هی ضرر بکنه، اگه بخوام مثلا 5 تا پشت سرم 1% ضرر کنم میشه 5%. خب چرا این کار بکنم؟ اگه میام یه پوزیشن 5% مثلا میگیرم، اینو میگم اینجا نمیخوام بگم اینو، ولی هست یه همچین حالتی، میام ریسکو کم میکنم مثلا
الان مثلا من دیدم خانم لیلا بکنم ایشون 30-40 تا پوزیشن گرفته، مثلا $10 مثلا سود شده در نهایت، یا مثلا مرتضا مثلا $7 سود، یا مثلا شهریار $10، مثلا تعداد پوزیشن های بالا ولی نتیجه در نهایت مثلا شده 1%، 0.5%، 1% ضرر. خب این اگر مثلا تبدیل میشد به یه پوزیشن با یه استاپ بزرگتر با یه تیپی مثلا مناسبتر، لازم نبود که اینقدر عذاب بکشیم که مثلا 30-40 تا پوزیشن بگیریم که در نهایت آخر ترش هم ضرر بشه. تفاوتش اینه که صبرشو بیشتر میکنیم. شما همینطور اگه مثلا میبینی که در پشت هم ضرر میشه، ریسکو بیار پایین، چون باعث میشه که از نظر روانی فشار روی در واقع احتمالی که میدیم ممکن ضرر بشه کم بشه، چون خیلی تاثیر میذاره. یعنی این نتیجه که شما یه گرفتی با این حالتی که الان دارید کاملا برعکس میشه. بله درست. الان صد خیلی از اصلا یکی از دلایل این نتیجه هم همین بقول شما مدیریت ریسکه، که اگه 5% ضرر کردم باز چیزو بیارم پایین‌تر ریسکمو. این الان خیلی حتی بهم اعتماد به نفس داده واسه معاملام. و جالبه از هفته اول که من معادرم توی همین سیستم معامله میکنم، حتی یک دفعه به 5% ضرر نرسیده که من خواسته بشم ریسکو بیارم پایین‌تر. از اولی که مثلا دوره رو داریم شروع میکنیم، فقط همین اعتماد به نفس و به قول شما حتی همون جلسه هفته اول که دیدم طبق مثلا این مدیریت ریسک ضرر کردن سخت‌ترم هست، مثلا از اونجا دیدگاه خیلی جالب‌تری بهم داده. راستا یه سوال دیگه هم که من داشتم اینی که من میام اکثر معاملام فقط روی 1% ضرر، مثلا میگم آقا فقط معامله من باید 1% سرمایه‌ام ضرر کنه، بعد میبینم مثلا استاپم توی این معامله، من تشخیص میدم که استاپم توی این معامله مثلا میگم 60 پیپه، بعد یه جوری حجم وارد میکنم که فقط استاد مثلا این 60 پیپ فقط بشه 1% ضرر بشه. به نظرتون این کار مشکل نداره؟ اصلا این خودش قاعده اصلیه متی جان. توی اصلا ما توی جلسه اول یه لینک من گذاشتم که پوزیشن سایز کلکولیتر داره، شما میزان استاپتو میزنی 60 پیپ، موجودتو میزنی میگی چند درصد ضرر بده، اصلا یه دونه چیز میده، یه عدد میده، میگه این حجم استفاده کن. این چیزی که میگه اصلا قاعده است. اینجوریه که مثلا فقط ما حالاتی که ریسک ثابتو به کار میبریم و الان داریم به کار میبریم ریسک 1%، ولی اون مثلا یه جایی میبینی مثلا با یه استاپ 30 پیپ شما میخوای 1% ریسک کنی، اون که دیگه یه صدم اینجا معنی شما محاسبهش بکنی دیگه. درسته. یکی دو تا نکته اضافه کنم. شماها ثابت کردین که با ریسک 1% میشه بالای 10% در 2 هفته سود گرفت. آیا این درسته یا نه؟ تمام این استیتمنت رو نگاه کنید، یعنی شما و دوستان دیگه. حالا من نمیخوام بگم معیار شما دقیقا برای همه صدق میکنه، اما اگر بیاییم مثلا بگیم که به جای مثلا 11% ما اینجا عادل رو داریم 3% گرفته، متین رو داریم 5% تو 2 هفته گرفته، پویا رو داریم 6% گرفته، یا مثلا دیگه کیو داریم، خانم آنا رو داریم منفی $153، $15 ضرر گرفته. اینو میخوام بگم که ما با ریسک کم خب میتونیم سود بگیریم، سود حتی تا 10% در ماه بگیریم. تو دراز مدت مهمه که کنترلر یعنی کال نشیم، اگه درصد بیشتر ضرر نکنیم و سودم بکنیم. خب پس با ریسک 1% میشه 10% در ماه گرفت، تو 2 هفته که شده گرفت در ماه هم میشه. نه اصلا 5%، شما 5% در ماه با ریسک 1% اگر درست پیاده سازی بکنید، حساب کنیم در مثلا سال که میشه فرض کن مثلا 60% توی لانگ ران 60% فوق العاده در سودای خوبیه، سودی دراز مدت ثابت، اونم درآمد دلاری. خب شاید انتظار خیلی هم من از دیدم مثلا توی کریپتو طرف نوشته که من 1% سود در روز میگیرم یا کمتر 1%، اصلا قانع نیستم. خب 1% در روز که بگیم مثلا کامپاندم نخوره ماهی 30%، بله، و سالی 300 خورده درصد، من نمیگم امکان نداره ها، امکان داره وقتی بسید هولدینگ امکان داره با یه فاندامنتال درست، ولی ظرف مثلا 5 سال ببینید که کل دنیا رو طرف میتونه بخره. خب انتظارهای خیلی زیاد بعد نمیام بگن که مثلا من 1% سود گرفتم یه هو فردا 3% ضرر کردم، یه مثلا امروز 6% سود گرفتم همه جدیدم جار میزنم، بعد متفرده 10% ضرر میکنن که فقط از سکوتشون میتونی بفهمی. میدین چی میگم؟ ما دنبالی هستیم که ریسک رو محدود کنیم تا جای ممکن
که حسابمون کار باشه، قابل جبران هم باشه و دراز مدت هم بشه سود کرد. و این دقیقا شما و دوستان دیگه ثابت کردین که میشه در ماه با ریسک کم 5% 10% رو راحت گرفت با کنترل ریسک، چون این خیلی مهمه. یه حرف خیلی قشنگ محمد زد، کافی که شما یه نمودار اسمود و آهسته به سمت بالا داشته باشین، همین کافی. نه میخواد اینجوری به صورت زیگزاگی باشه که حساب بشه مثلا 10 برابر یو بشه منفی چه بدونم 50%. یعنی همین چیزی من هیچ وقت دنبالش نیستم، میدونم شما دنبالش نیستم، ما دنبال اینکه یه درآمد مکفی برای دراز مدت، زمان بازنشستگی، موقعی که در واقع وابستگی به کسی نداریم بتونیم ایجاد کنیم، و داریم میبینیم که یکی یکی داره این ایجاد میشه. مرسی مهدی جان. خواهش میکنم استاد، خیلی ممنونم ازتون استاد، لطف کردین. ممنون از شما، موفق باشی همینطوری ان شاءالله توی زندگی، تو کار، تو دراز مدت. فقط این قواعد رو که انجام میدی لطفا تغییرش نده که همین رویه رو داشته باشی تو آینده. بله نه استاد، حتما. من میگم من از اول هفته پیش از اون، من از اول تمام صحبتاتون، از روز اولی که ویدیوهاتون رو میدیدم، کلمه به کلمه تو نکته‌ای که میدم چیزه همش یاد دارم. یه میگم یه نوت‌بوک دارم، فقط میگم صحبت‌های شما چه توی لایواتون چه توی جلسه‌ای، فقط هم به خاطر که بقول شما از این قاعده خارج نشم، فراموش نکنم، حداقل هفته یه دفعه مثلا مطالب هفته قبلی که گفتین حداقل مرور میکنم که بقول شما از این چارچوب خارج نشم. الان مثلا میگم من توی مثلا معامله‌ای که میکنم، میگم قبلا مثلا معیار نبودش که چند درصد قرار ضرر بکنم چند درصد قرار سود کنم، ولی الان فقط یه جوری معامله میکنم، 1% ضرر میکنم خواستوشم سودم بکنم، این معامله یا 2% یا 3% بهم سود میده. نه از تمام دارم که از 3% بیشتر بهم سود بده، نه هم تمام مثلا از این میترسم که از 1% مثلا بیشتر ضرر کنم. اینو فقط طبق همین میگم، مثلا این هفته دیگه دقیقاً همین کار انجام دادم، مثلا 90% هم توی پیاده سازیش موفق بودم، خب با یک وینینگ ریت 50% هم جواب ده بودش، خدا رو شکر. جشن بگیر تو چون به چیزی که می‌خواستی رسیدی. موفق باشی. خیلی ممنونم، لطف داشتین استاد، ممنون از زحمت کشیدین. زنده باشی. موفق باشی. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. زنده باشی، خدا نگهدار. امید جان بیا بالا. سلام، وقت همگی بخیر. مرسی استاد جان. زنده باشی، وقت شما بخیر. استاد جان اگه چارت منو نگاه کنید، من به دو تا یه زون برف رسیدم خوشبختانه. اسمش هست OSL zone، امید استابلاس زون. نه راست میگم، برید نگاه کنید. من در 8 تا پوزیشن با اگه حتی دایره هم کشیدم، برید نگاه کنید، من 8 تا پوزیشنم فقط اومده با کمتر از 5 پیپ، یا حتی تلام با دقیقاً 6 پیپت اومده استاپم خورد و برگشت رفت تی پی 2 مزد. این 8 تا از پوزیشنام از 32 تا پوزیشنم اینطوری شده، یعنی یه دونه و دوتا نبوده. ببین من هی دایره کشتم، یعنی اصلا گفتم اینا اصلا این زون استاپی منه دیگه، فقط بعد بیاد استاپمو بزنه. و یه استراتژی خوبم که داشتم که براتون نوشتم، OPTO opposite position trend امیدی. من همش دنبال اینم که بخوام برخلاف جهت روند بخوام پوزیشن بگیرم. این استراتژی من بود و اونم استاپ زون من بود. این دوتا مشکل من، اگه من این دوتا رو بتونم از توی سیستم تریدم حذف بکنم، من روندم میگم، من اصلا رو اون چیزایی که استاپایی که بعضی موقع تحلیلم اشتباهه مشکل ندارم، ولی وقتی رفتم من واقعا همه گفتن نمیخوام هی تکرار مکررات بشم. جورنال تنها چیزی بود که من این همه توی دو سال یا چند سالی که ویدیوهای آموزشی دیدم یا از این و او حرف شنیدم، هیچ کس تا الان از جورنال به جز شما حرف نزده بود. نست بدون راق میگم، هیچ کس تا الان من اسم جورنال رو از هیچ جای دیگه نشنیده بودم. دقت کردی که منم تو کانال حرف نمیزنم هیچ وقت؟ همین مثلا فقط اینجا صحبت شد، واقعا فقط تنها کسی که جورنال و همینطوری که همه میگن باور کنید، مثل یه مثل معدنچی ها هستن، یه فانوس دارن و توی تاریکی هستن و با این فانوس میتونن جلوشون رو ببینن. من فکر میکنم این جورنال دقیقا فانوس راه ماه توی تاریکی ترید، چون که ترید برای ما یه جای تاریکه، ما هنوز بلد، ما تریدر هنوز نیستیم، ما نمیتونیم بگیم تریدریم. من هنوزم، یعنی در مورد جورنال هیچ وقت صحبت هم نخواهم کرد توی کانال، به خاطر اینکه من هر بحثی رو که گذاشتم گفتم
ازش سوء استفاده شد و مردم توسطش چاپیده شدن و به خاطر همین ترجیح دادم که تو این جلسه صحبت کنم، شما حداقل منفعتشو ببرین. و میگم اگه اعلام بکنم یهو دیدین یهو ظرف مثلا یه ماه کل فضای مثلا تریدینگ ایران شد راجع به ژورنال، همه دارن صحبت میکنن، بعد ژورنال فروش میاد شروع میکنه ژورنال فروختن، بعد نمیدونم یکی دیگه میاد دارن یه مدل ژورنال دیگه میاره اسمشو میذاره مثلا چه میدونم ژورنال امیدی واسه خودش میذاره میفروشه جمع $2,000 به مردم. اون یکی برای این واقعیتش میگم اینو گذاشته بودم برای این برای که ازش سوء استفاده نشه. و جالبش اینجاست که خود همین ژورنال کسی اگه به حتی اگر بخوام بیام بگم راجبش صحبت بشه، خود همین ژورنال دست خیلی ها رو رو میکنه، برای اینکه طرف مجبور بیاد استراتژی خودش رو بیاره توی ژورنال و ازش وینینگ ریت بگیره و نتیجهش رو بیاره وسط و باید بیاد مثلا چیکار کنه، باید بیاد عکسای پوزیشناش رو بذاره، باید بیاد مثلا استیتمنتش رو بذاره. خب نمیکنن این کارو ولی میفروشن به مردم. می‌دونی چی میگم؟ برای همین ترجیح دادم که اصلا راجعش صحبت نشه و نمیخوام بیانش بکنم، به خاطر اینکه خب هر میگم هر مطلبی گذاشتم، حتی توی آموزش آخرم مخصوصا راجع فاندامنتال سوال مادی گذاشتم آخر سر، بیشتر به خاطر اینه که دیگه هر که هر کاری خواسته با آموزش من انجام داده، یه سری چیزا رو نگاشم برای آموزش آخر که دیگه کسی نباشه، این همه پکیج فروش و سیگنال فروش دیگه کسی نباشه که من اینو آوردم، خود من اولین بار آوردم، یا مثلا خیلی راحت به راحتی دیگه نشه راجع به سوء استفاده کرد با وجود این همه مثلا آدمایی که دارن رویا به مردم میفروشن. و همین ژورنال به نظر من فوق العاده است و خیلی کمک میکنه شما حقایق رو راجع به بازار بدونید، چه در مورد آدم ها، چه در مورد استراتژی ها، چه در مورد خودتون. شما نزدیک 15% ضرر کردی امید جان، ریسک ها رو من چک نکردم، فرصت نکردم که در همه رو من ریسک 1% اگه من این دفعه هم یعنی بیشتر از $10 ضرر نداشتم. و چون که هم میرفتم توی سود، مثلا سود داشتم، مثلا با دوره همش روی ریسک 1% بوده. مدیریت سرمایه ما خیلی دقت میکنم که مثلا یه بار اگر دقت کنید من یه S&P 500 یه مرتبگی اومدم 300 باز کنم، یه مرتبگی دیدم اصلا حواسم هم نبود 13 شده بود و یه لحظه اومدم دیدم اه مثلا منی که توی مثبت بودم یه مرتبه قرمز شدم، خود این به خیلی سخت قرمز، یا مرتبه پریدم آبی شدم، نگاه کردم S&P 500 روی 0.3 و سریع روی 0 کلوزش کردم بستمش که این فرقی همون یک دونه اشتباه پوزیشن حجم پوزیشنی بود که اونم روی 0 ازش خارج شدم. ولی میگم فقط من این استابلاست باور کنم، برید نگاه کنید 8 تا من به خاطر اصلا بعدش استاد ببخشید ببین شما USD AUD USD بود گذاشتید توی چار. ببین من یه مشکل دیگه هم اینه، حالا اصلا کلا ببینید من اومدم یه بای لیمیت گذاشتم، حتی عکسش هم گرفتم توی کانال بچه‌ها گذاشتم، با دو پیپ من بای چون که سر کارم بای لیمیت گذاشته بودم، این با دو پیپ بالاتر اومد و بای لیمیت من اکتیو نشد. من شاید از که 5 پوزیشنام دقیقاً با 2-3 با داره با 5 پیپ کمتر از 5 پیپ مثلا نمیاد اون پوزیشنی که بای لیمیت یا سل لیمیت گذاشتم اکتیو بشه. و مثلا دقیقاً میگم بعدش همون روندی که مثلا شما خالب AUDS رو شما گفته بودید واقعیتا، ولی بعد از که 120 پیپ رفت بالا اون پوزیشن، ولی باقی پوزیشن هم همینطوره، یا میاد استاپ هم میزنه میره، یا اینه که بای پوزیشن هم اکتیو نمی کنه و به حرکت ادامه میده. با این بزرگترین موزل منه. شما روش کار میکنی؟ حالا سعی میکنم اون استراتژی من واقعا بزنم کنار، یعنی اینجا نوشتم روی دیوار زدم که دیگه OPTO باید حد بشه از زندگی. با امید خدا. مرسی از لطفت. ممنونم. مرسی. زنده باشی. مرسی. مهران جان بیا بالا تا شهریار آنها نیومدن وقت نگرفتن. سلام استاد، خسته نباشید. عرضم به حضورتون که وقت شما آمده. عرضم به حضورتون که من این هفته حالا تقریبا اون جورنالی که ویلیت یک به یکم بود 70% و 15% تو بودم، ویلیت یک به یکم انتخاب کردم برای
ولی مشکلی که حالا من توی این هفته داشتم خیلی تو رنج خوردم، یعنی اکثر بار با اون تایمی که من مثلا معامله کنم رنج بود بازار. مهران 8% ضرر که شما سری پیش خیلی خوب عمل کرده بودی. دقیقاً من همون روزم هم گفتم شانسم خوب بوده تو ترند افتاده اون روز که 15% کرد. ببین اینو می‌خواستم چون اون زمان خوب سود می‌گرفتی نخواستم بهت بگم، ولی تایم 5 دقیقه این مسئله داره. خب یعنی شما یه با همون استراتژی ثابت یه نمودار سینوسی خواهی داشت، سود خوب یهو ضرر، سود خوب ضرر. نمیدونم تو دراز مدت چی جوری تست کردین یا جوابشون چیزی که می‌خواستی بوده یا نه، ولی به نظر من یه مقداری تجربت رو این بیشتر بکن قبل از که بری رو ریل، یه مقداری بیشتر ازش کار بکش ببین که چه نتیجه‌ای تو دراز مدت میده، چون دراز مدت خیلی مهمه. اون سودایی که میگیره تو یکی دو هفته خیلی ممکنه گول زننده باشه، باعث بشه که شما اعتماد زیادی به استراتژی بکنی و حتی اگه ضررم بکنی دوباره میخوای اون تجربه رو دوباره تکرار بکنی، شما رو میندازه توی لوپ ضرردهی. من نمیخوام این اتفاق برات بیفته. دقیقا همینه. ارزان بازده فقط حالا نمیدونم، حالا شاید تو 5 دقیقه این خود یا حالا شاید تو یه ساعت هم حتی همینطور اگه تو رنج بیفته من پول بک فکر کنم نمیدونم جواب شاید نده یا من بلد نیستم اصلا. روش کار میکنم. پول بک تو رو بند و بلد. رو تکنیکال کار میکنم این قضیه. 5 دقیقه برای من خیلی تایمیه که اصلا نمیتونم باش کار کنم. خیلی سرعت عمل بالایی میخواد. و یه جورایی مخصوصا منی که ونکوورم و اصلا تایم لندن و نیویورک رو اصلا نیستم که تو ما نقدینگ تو بازار هست اینجا نصف شبه، من اصلا تو چاره‌ای ندارم برم تایم بالا دراز مدت، چاره‌ای ندارم تایم رو برم یه ساعت 4 ساعت روزانه. بنابراین من خودم خیلی با این استراتژی اصلا نمیتونم کار کنم. یعنی توی بحث تکنیکال هم راجعش صحبت میکنیم، استراتژی کوتاه مدت کار من نیست، میدونی، چون یه جورایی سرعت عمل بالایی میخواد، از اون بر خیلی برای کسانی که نمیخوان هیچ ضرری بکنن و اصلا حسابشون تو ضرر بره بعد مثلا نقطه ورود خیلی دقیق پیدا بکنن و اون مثلا 24 ساعت پای چارت نشستن میخواد، یه جورایی دراز مدت برای من که اون اوایل کار میکردم خیلی فرسایشی بود. ببین نه که کار نکرده باشم، دیدم چیزی نیست که دراز مدت بتونم از اوتش بر بیام، چون کمرمو داغون میکنه، اصلا اما هم میریزه، نمیدونم، هی ورود خروج سریع تو بازار میخواد، من توانش از نظر ذهنی ندارم، شاید مثلا یه ماه بتونم این کار بکنم، نمیتونم 10 سال این کار بکنم. اینا رو همه رو باید رعایت کنیم. ببین میتونی باهاش به این شکل کنار بیای، دراز مدت باش اوکی باشی، چون قضیه ما اومدیم اینجا که نمیخوام یکی دو روز ترید کنم، یکی دو ماه ترید کنم، یا حداقل یک سال ترید کنم، میخوام چیز دراز مدت رو پیاده سازی بکنیم که امکان تکرارش باشه، اما فشار کمی هم به ما بیاره، چه نظر روحی چه نظر جسمی چه نظر مالی. خب اینا رو باید بتونی مثلا برای خودت چیز کنی. من بازم قضاوتی نمیخوام باز دروازش بکنم، میذارم به عهده خودت ببین آیا دراز مدت این هم قابل اجرا هست، هم سوده هست برای شخص شما یا نه. مسلما که تو تایم پایین دراز مدت خیلی خسته کننده میشه، ولی خب من از یه طرف دیگه یه ساعت برام زرد شد تا یه کندله یه ساعت بیاد تشکیل شد و حالا داز خانه شو ببینم که از من کلن نیزم به هم. بذار نتیجه شو مهران، نتیجه شو بذار تو دراز مدت برای تعیین کنه، راجبش قضاوت نکن، چون ببینید مهم اینجا نیستش که تو بازار مثلا همیشه باشی یا مثلا سرعت بازار چقدر سریعه، مهم سوددهیه. باید ببینیم که دراز مدت سودده هست یا نه، یا نه وقت هدر میره، یعنی اصلا شاید اصلا نباشی پاش بهتره، چون اصلا اعصابت هدر خورد نمیشه. دقیقا پول آخر حرف نهایی میزنه. دقیقا ارزم بزرگتا حالا یه سری از معاملات هم مثلا با استرد، یعنی حتی کندل میرفت روی تیپین ولی به خاطر اسپرد نمیخواله اونا دلیلش بکنم هم 5 دقیقه هست که همون چیزی که امید گفت. بله از آن رو دورتون که حالا میگم من بیشتر مشکلم فکر کنم حالا پول بک توی تریدین رنج یا قسمت که رنج باشه برای من جواب نمیده و حالا شما گفتیم 20% کلن از آن رو دورت تکنیکاله و همین 20% میتونه تو 80% بقیه برای من تاثیر بذاره. یعنی اگه مولا در ذهنم اون استراتژی بره میتونه اونا را رفتار ببرن. من خیلی از معاملاتم سه چهار تاشم نوشتم جدی، من تلافی میزدم
یه معامله که چیز میشد به خاطر اینکه مثلا همینجور اسپرد نمیخورد رفتن تلاف میکرد، یه معامله دیگه مثلا اشتباه میشه اونم زرد. ارزم به حضور تو که دیگه حرف دیگه هم نیست کنه دیگه وقت برد چاقم نگیرم، ولی در کل که این هفته من کل عوض کنم. اوکی مرسی مرسی ممنونم بچه ها، لطفا دیگه دست بالا نکنین که دیگه چون داره تعداد بیشتر میشه، چون تایم هم خیلی گذشته که اگه بحثی بود رو جلسه بعدی انجام بدیم. ممنونم مهران جان، مرسی از لطفت. خانم مهرک هم بیم بالا که سلام استاد، خسته نباشید. وقت شما بخیر، زنده باشید. من خواستم تشکر کنم به خاطر تسلا که شما به من گفتین نگهش دارم و رفته توی سود دیگه، مرسی واقعا. یه سوالی داشتم در مورد اینکه شما اون موقع به من گفتین نزدک رو بگیرم، حالا من میخوام ببینم با حسابای بانک کانادا چه ETF یا میوچوال فاندی رو باید بگیرم. که الان من خودم گرفتم اون تو، الان خاطرم بذار ببینم توی چیز که توی اگه مثلا حساب دلاری داشته باشیم با مارکت آمریکا کار بکنیم که QQQ هست اسمش. ولی بجام QQQ بود مثلا، من نمیدونستم کدوم از اینا رو باید انتخاب کنم، خیلی فرقی ندارن. نه شما نزدک رو که بزنی مثلا اگه TD باشه، TD یه دونه ETF داره که اون مال چیزه، میدارم هم RBC. اوکی تی دی رو اگه اشتباه نکنم بذاری من ببینم الان کدومه، الان بهتون میگم. تی دی تی ای سیه، تی دی گلوبال تک لیدر ای تی اف تی ای سی. و این که اگه بشه تحلیلش هم نزدک رو بذاریم که من لحظه ورودش رو لحظه ورودش هفته گذشته بود گذاشتم تو کانال. بله دیدم اونو ولی نمیدونستم کدوم صندوق رو باید انتخاب کنم. اوکی نه اون از اونجا خیلی اومد بالا، الان دیگه نقطه ورودش الان مرسی همین. و اینکه در مورد تجربه، اینکه من متاسفانه خیلی دلم میخواد روی تایم فریم پایین کار کنم ولی نتیجهش معمولا مثبت نیست دیگه. نتیجه داره به شما میگه چیکار کنم. بله یعنی دوست منم حوصله این یعنی صبرشون یه کندل طولانی، ولی 5 دقیقه که اومدم حالا من اصلا نمیدم این نواهی و این چیزایی که شما آموزش دادین اصلا رو تایم پایین جواب میده یا اینکه واقعا بهتره که رو همون یه ساعت مثلا انجام بشه کشیدن نواهی، چون رو 5 دقیقه من دوچار مشکل شدم دیگه، این دو هفته رو ضرر رفتم. من قبلا گفتم بازم تکرار میکنم، ببینید تایم پایین مثل نگاه کردن عکس این فاصله است 2 سانتی متری. اگه میتونین تو این فاصله عکس رو ببینین، بعضی ها میتونم، مهران میتونه ببینم، من نمیتونم ببینم، بستگی داره که قدرت چشم طرف چقدر باشه، قدرت سرعت ذهن چقدر باشه، صبر طرف چقدر باشه. اتفاقا خیلی جالبه دارم میبینم شما و مهران در مورد در واقع سرعت بازار صحبت میکنید، تحمل این که تو تایم بالاتر باشه نده، این خیلی تو تریدینگ به ضرر شما خواهد بود، خیلی به ضرر شما خواهد بود، به خاطر اینکه در واقع ما یه ایسکای قطار فرض بگیریم که از راه میرسه، سوارش میشیم، به سمت مقصد میریم. خب شما اگه صبر نداشته باشین ایسکا قدر یه قطار برزه تو ایسکا، قبلش میپرین روی ریل یا اصلا وای میسین قطار کرف میخواییم بپرین روش، برای نتیجه نمیده به اون صورت، برای خیلی باید استراتژیک عمل کنیم. حتی اگه تایم پایین هم میریم در واقع ترید میکنیم، باید دقیقا استراتژیتون مشخص باشه که نقاط ورود دقیق مشخص باشه، زمانی که وارد بازار میشه باید خیلی دقیق مشخص باشه، چون خیلی سرعت بالاست و نوسان خیلی شدیدی داره، دقت خیلی بالایی میخواد، خیلی بالا و معمولا هم نویزم هست. بله یعنی من متوجه شدم که نمیتونم روی 5 دقیقه دیگه، اینا این دو هفته متوجه شدم. آره نتیجه ای که شما گرفتین، چون من دفعه قبل رو 8% سود بودم رو تایم یه ساعت که بودم و اومدم رو 5 دقیقه برعکس شد. آره 7% تو ضرر این هفته. البته میگم گاهی وقتا یه خورده بازار ماهیتش یه مقدار تغییر داره، بازار داینامیک داریم دیگه، ماهیتش تغییر میکنه، نتایج متفاوت میشن، ولی خب هرچی دراز مدت تر برای همین کسی که تجربه بیشتر دارن میتونن تشخیص بدن که کجاها مثلا چه استراتژی به کار ببرن یا چه کارهایی بکنن، چون دراز مدت اینو تجربه کردن دیگه، مثلا طرف 1 سال کار کرده، انواع اقسام حالتهای مختلف و از توش در آورده، میدونه که مثلا تو هر حالت که مارکت
باشه مثلا من یه ساعته برم ولش کن 5 دقیقه یا مثلا روزانه رو ولش کن، کاری اصلا با این ندارم. برای این تجربه خیلی کمک میکنه بهتون. شما فکر کنم تازه کار هستی اگه اشتباه نکنم، یه مقداری تجربه کردم شما خیلی کمک میکنه. بله یک سال شروع کردم. موفق باشی. موفق باشی. مرسی. خب مرسی علی جان. علی اخوان بگو. سلام استاد. وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر استاد. جانم علی جان بیا بالو بذار برم پینت هم بکنم. مخلصم. استاد صدام هستش؟ بله. تصویرت این صدات هست. بله استاد ببخشید من تیزر نتم ضعیف و اگه تصویر رو بزنم بیادش صدام میره. خوشحالم که این صدی. نه استاد تو سفرم نتم خیلی ضعیفه ببخشید. خواهش میکنم. چاکریم. مخلصیم استاد خوشحالم که این سری آخرین سری آخرین نفر نوبت من شد. نه میخوام با یکی دو تا دوستام که دستشون رو بردم پایینم صحبت بکنم اگر بشه. درسته ایراد نداره. من خیلی دوست داشتم که یه سری حرفا رو با شما بزنم. خیلی تو این چند وقت واقعا اتفاقای عجیبی برای من افتاد. یعنی من با خیلی در رابطم و من تو 18 سالگی کمک کردم که ترک بکنه اعتیادش رو. بعد تو درگیر NA و اینجور چیزاست. تو همین کلاس ها که با شما بودم خیلی حرف قشنگی به من زد. من گفتم که همچین اتفاق خیلی با هم مراوده داریم صحبت میکنیم اطلاعات اونو با هم در میون میذاریم. بهش گفتم که اینجوری همچین کلاسی شرکت کردم همچین قصه‌ای برای من پیش اومده. یه حرف خیلی قشنگی زد که دقیقاً برمیگشت به همون اتفاقی که بین من و شما افتاده و این بود که میگفت از خودت بپرس با خودت بگو و منو برمیگردون به ژورنال. من دیدم که دقیقا ژورنال منو داره به من میگه که از خودت بپرس با خودت بگو، یعنی ببین که خودت داری چی کار میکنی. و من خیلی تو فکر فرو رفتم و من خودم خیلی آدم به شدت احساسی هم و از جلسه اول که شما برگشتین گفتین که دوست دارید من به شما میگم علی محمد هر اسمی دوست دارید به من بگید، من دوست داشتم به شما بگم امون رضا و تو دل خودم تا اینجا نگهش داشتم ولی اینجا بعد به شما میگم امون رضا. و من خیلی درگیر دنیای شعر و این صحبت ها مثلا سود و ضرر و این صحبت ها خیلی الان خیلی آرومم میکنه این قصه که میخوام فقط به شما یه هدیه خیلی بزرگ به من دادید که خودم بود و میخوام به شما یه هدیه بدم، اونم یه شعره، اولین شعری که توی حالا فکر کنم 16 سالگی گفتم. میخوام اینو هدیه کنم به شما اگه ازم قبول کنید. اختیار داریم. واسه افتخار من شرمنده میکنی علی جان واقعا ممنونم. عزیز دلمی شما چون چیزی که به ما دادید چیزی بود که از وجود خودتون برام اومده بود و من میخوام یه هدیه به شما بدم. میدونم که قابل نیست ولی چیزی که از وجود من برام اومده. این بیشتر ارزش رو برام داره. چیزای مادی زیاد ارزش نداره. عزیز دلم. اینا خیلی ارزش داره. من شاکرتم. پس از همه اول هم از شما هم از همه بچه ها عوض میخوام که یه ذره وقتتون رو میگیرم ولی میخوام این شعر رو تقدیم شما کنم. ممنونم اختیار داری علی جان. ممنونم سپاس. در انتهای تمنای وجودم به تو میرسم آخر هر سجودم، در دل گلایه دارم زیاد گرچه برای تو دیگر رفتم زیاد. از شب تنها ترم ستاره شبهای من، در گذر ثانیه ها فریاد زدم بزار بنالم از غم، از پروانه از شم بحث روز و هفته نیست وقتی رسیدم به نیست. آره تنی خسته با دلی غمگین، یه روح زخمی با گونه نمگین، دل بریده از صدای بی سرانجامی، کاش می شد سالها بمانی و دلی نرنجانی. واژه ها گسیخته آسمان هوای چشمم، من صادقانه روزگاریست به عشق تشنم، من عشقم بی خشمم تنها سلاحم عشقم، خسته از تو اون و زخمی خودخواهی تشنم. آری بریده نای نفس باری، رسوای شهرم ز عشق خالی، این عشق من از دران پروانی است، این روانی به فکر فردانی است.
سهم من تاریکی شد، رنگ دیوانگی شد، عشقم به سادگی مرد، دل را آوارگی برد، شعر سیاه، پاییز زرد، با دل تا دیده غم، نه دیگه کافی مرد، یخ زدم ای دنیای زرد، رویای من کابوس و درد، ناقوس مرگ، رون فانوس شم، بی تو تابوت غم، دنیا کاری کرد از زندگیم خسته بشه، چقدر سیاه شد، کاش بشه بیراهشم، تفریح ششای من، نگاه بشم که به سوختن لحظه هام خیره بشه. ممنونم علی جان، خیلی زیبا بود، ممنونم، شاکرتیم استاد. اگر فدای تو بسن، اگر چیزشو داشتی، نوشتاریشو داشتی، ممنون میشم برام بفرست اگر دوست داری. رو چشم، حتما حتما استاد، باعث افتخارم. اینو توی گروه بذاری که ما هم استفاده کنیم خیلی ممنون میشم، بسیار عالی بود. البته این چیزی هست که دیگه حرف دل هممونه، عمو رضا دیگه اون بهم دیگه هیچ کدومون هست نکن. آخرش رسیدی به همین. استاد من توی بورس تهرانم به یه استراتژی رسیدم، میخوام اینو اعلام کنم اگه بچه‌ها دوست داشتن استفاده کنم. بسیار عالی، آره بفهمید. خرید در کف و فروش در کفتر. بورس ایران، چی بگم. مرسی علی جان، ممنونم از شعر احساسیت، فوق العاده ارزشمند برام بود، بگم یه جوری اشکمو در آورد. مرسی از لطف همه دوستان، شاکرتم که افتخار اینو داشتم که باهاشون باشم تو این دوره. همه نیکان هستین واقعا، میگم خیلی خوشحالم از اینکه دوستانی رو پیدا کردم که را از جای مختلف دنیا، حداقل هفته دو هفته یه بار باهاشون جلسه برگزار میکنم، میبینمشون و هم دل خودم باز میشه، همین که اگه میتونم خدمت کوچیکی هم بکنم این دوستان خیلی خوشحال میشم. ممنونم علی جان از محبتت، از شعر قشنگت، چاکریم استاد، فدای تو بشم. ولی باز ممنونم، فقط لاو برای عزیزمی استاد، ما خیلی بده کاریم بهت، اختیار داری این حرفا چیه. مرسی از لطفت، فدای تو بشم، روز خوبی داشته باشی، خدا نگهدار. مرسی همچنین. علی حیدریان و از اون بر کیوان هم میخوام باش صحبت کنم که علی جان شما بیا بالا پس پیدات کنم. اوکی علی جان، در خدمتم. صدا ندارم ازت فقط. سلام، صدا میاد الان؟ آره خسته نباشین، زنده باشین، وقت شما هم بخیر. من خیلی سریع بگم استاد در مورد پوزیشن ها، الان مشکلمو میدونم چون ژورنالمو بررسی کردم، اکثر استاپ هام به خاطر خلاف روند بودنم، یعنی 14 تا استاپ داشتم که 7 تاش به دلیل این بوده که خلاف روند بوده پوزیشن ها، یعنی اگر اون 7 تا خلاف روند رو نمیگرفتم سوده بود. البته 4 تا از تارگت هم خلاف روند بوده، ولی خب به نسبت وقتی مقایسه میکنیم با هم تعداد استاپاش خیلی بیشتره، یعنی اونا حذف کنم اون مشکل حل میشه. بیشتر سوالم این بود، یعنی یه سوال متفرقه داشتم، دستم بالا کردم. من مشکلم توی یه قضیه ایه که سرچ هم کردم خیلی جواب درستی نگرفتم. ببینید ما بازار سهامی که داریم الان، بازار سهام آمریکا، خب یه تایم مشخصی کار میکنیم، مثلا 6-7 ساعت در روز بازه. این نوسان شاخص توی تایمایی که بازار سهام بسته است از کجا میاد؟ من اینو درک نمیکنم. و اینکه اون نوسان شاخص باعث افتادن گپ توی چارت خود سهم میشه وقتی که روز بعد بازار باز میشه، اگر که اینجوری چی کار باید بکنیم؟ شما الان مثلا هفته گذشته روی یه سری از سهام‌ها که ترید داشتن به خاطر گپ مثلا یه استاپای خیلی مسخره خوردم، با اینکه تو روند کاملا سعودی بودم، یعنی اصلا متوجه نشدم، با اینکه مثلا نزدک هم سعودی بود، ولی وقتی باز شد، حالا هرچی هم سرچ کردم هیچ فاند منفی در مورد اون کمپانی نداشتیم، ولی اصلا موضوع اصلی اینه که تایمی که بازار سهام بسته است این نوسان شاخص از کجا داره میاد؟ مگه چقدر خبر راجع به این شرکت رو توی اون تایم تعطیلی میاد که باعث میشه اینقدر نوسان داشته باشه شاخص؟ اوکی، وقتی یه مقداری فاندامنتالی و چیز میشه، مثلا خلاصه، چون ربطی اینجا نداری، یه مقداری خلاصه توضیح بدم.
ببین وقتی که بازار مارکت بسته میشه، مارکت آمریکا ساعت یک مثلا ظهر تا فرداش، یه سری از افراد هستن که یا شرکت ها هستن که اینا دسترسی به خرید دارن با مزنه های متفاوت تر. یعنی طرف مثلا تشخیص میده که این فرض کن مایکروسافت و من الان میخوام مثلا یه اوردر خیلی سنگین بذارم، اگه اون اوردر تو فضای مارکت باز باشه وقتی بیاد تو بازار ممکنه مثلا همه ببینن برن قبلش بخوام فرانت رانینگ بکنن، یعنی قبلش بخوام برن اونا بخرن که بعد این وقتی قیمت میره بالا سود بگیرن. و به خاطر همین بعضی از این سهام ها توی مارکتی که مارکت بسته میشه خریداراشون تازه اون موقع میان بازار. اگه مثلا دقت بکنید تو خود همین تریدینگ ویو میبینی که مثلا اون موقع قسمتی که مارکت بسته است هنوز قیمت داره جابجا میشه، یا مثلا از تو اون قسمت بسته بازار مثلا یه حرکت شارپی هم اونجا داشته. خب که برای امثال مثلا من ورود اونجا امکانش نیست، ولی کسایی هستن که از قبل اونا رو شرکت بزرگ هستن اونا خریدن باعث در واقع حرکت بازار شدن و بعد که بازار باز میشه شما اینه با گپ باز میشه، یه گپ زیاد است و تازه اون موقع ما میتونیم بخریم. من خود من این در واقع عدم تساوی رو دوست ندارم، یعنی به نظر من باید هم برای همه شرایط مساوی باشه، برای سهام خیلی کمتر کار کنم، سعی می‌کنم شاخص کار کنم. این در واقع نزد که شما میگی نوسان ایجاد میشه به خاطر اون ورود سرمایه هایی که خارج از اون تایم کاری وارد شده و باعث میشه که مثلا نوسان توی نزد یا شاخص هم ایجاد بشه، چون امکان خرید برای شرکت های بزرگ هست که خارج از بازار بتونن این خرید انجام بدن. این از این. پس تنها راهمون اینه که اگر بخوایم اون نوسانات رو بگیریم رو شاخص ترید کنیم دیگه، یعنی روی تک سهم وارد نشیم دیگه. من اینو خیلی موافقم بخاطر که اون مانیپولیشن نداره به اون صورت مثل سهام ها. من سهام ها رو بخاطر همین میگم خیلی موافق نیستم، چون خیلی از مثلا یه مدت پنیستا کار میکردم قبل از که مثلا فرض یه استاک مشخص میکردم سیگنال داشت مثلا یه پول بک داشت ولی مارکت بسته بود، بعد میبینم تو مارکت بسته من نمیتونم بخرم، یکی دیگه که امکانشو داره میره میخره پول بک رو استفاده میکنه، بعد که قیمت مثلا رفت بالا دوباره مارکت باز میشه حالا من میتونم بخرم، به چه دردم میخوره؟ مثلا این موضوع مثلا خیلی هم موقعیت رو دستم، هم مثلا یه جورایی احساس میکنم که مثلا تبعیضه. چرا مثلا یه شرکتی که مارکتی که برای همه هست چرا یه شرکت دسترسی داره چرا من ندارم؟ و از اون مثلا یه سری شرکت ها میتونن شورت بزنن روی بعضی از سهم ها، من نمیتونم بزنم. خب یعنی چی؟ چرا اون شرکت که مثلا حالا سازوکارهای دیگه ای داره امکان شورت گرفتن داره، منه که مثلا تریدرم ندارم. برای همین خیلی محدودیت های مزخرفی من کلا بازار سهم رو بخاطر همین گذاشتم کنار، سهم و آمریکا رو، مگر اینکه مثلا من شاخص کار میکنم. من هم مثل شما بعد شاخص یه کاری که انجام میده خیلی خوبه، شما دیگه نیاز به فاندامنتال نداری تو شرکت ها، یعنی اون نیاز شدید فاندامنتال که شرکت ها باید دقیق بررسی کرده کاملا برطرف میکنه، همونش شما ها تکنیکال باید برد باشی. نزدک 100 تا کمپانی برتر هستش که اصلا شما نمیخواد 100 تا کمپانی رو که بررسی بکنه، کافیش ماهیت تک رو بررسی کنه. از اون S&P 500 تا شرکت برتر هست شما تک تک بی نیاز میشه تحلیل فاندامنتال S&P، نمیدونم داوه که نمیدونم 30 تا کمپانی، اونم مثلا داستان خوشی داره. برای این خیلی شاخص راحت تره، به خاطر همین مسئله که فضای بازتر به شما میده برای پوزیشن گیری، یک نیاز شما به فاندامنتال برطرف میکنه. متوجه شدم، مرسی، ببخشید اگه خارج از بحث کلاسم بود. اون استاپی که خوردم خیلی اذیتم کرد این هفته. تو چی استاپ خوردی؟ مگه بازار سهام کار کردیم؟ آره یه سری یه حساب ریل کوچیک دارم روی سهام کار میکنم، اکثرا هم یعنی فقط تو جهت خرید کار میکنم، یعنی اصلا فروش نمیگیرم اصلا رو سهام های آمریکایی، چون خب اکثرا روندشون همشون رو به بالا هن. ولی مثلا رو آی بی ام با یک گپ خیلی مسخره باز شد اصلا، یه چیزی که اصلا قابل درک نبود. سرمایه قوی این همچه داستانه دارن دیگه، برای اینکه این داستان رو دور ببونی خب شاخص بهتره که. آره خب والا خیلی چون میخواستم مثلا یه تایم مشخصی برای ترید داشته باشم روشون و این 24 ساعت بودن این شاخص باعث میشه یکم اون نظم ترید خودم به هم بریزه. حالا اگر بخوام اون کارو بکنم باید برای خودم ساعت تعیین کنم که فقط مثلا تو سشن آمریکا کارش کنم،
نه چون ساعت مشخصی داره. شاخص شما ببینید خوبی شاخص اینه که خیلی از این میوچوال فاندا یا خیلی از این هج فاندا تو جای مختلف تو اروپا باش کار میکنن، توی آسیا باش کار میکنن، توی مثلا استرالیا باش کار میکنن. نقدینگی تقریبا توش همیشه هست، ما نمیدونم یه خورده بالا پایین میشه، ولی یه جوری فرصت برابر برای همه هست و همینطور محدودیت زمانی نداره. و اتفاقا به نظر من شما برعکس باید فکر کنی، یعنی محدودیت رو باید دیدی که چه نتیجه داد، محدودیت رو باید ازش دور شی، تایم خودت رو چیز کنی، کافی سیگنال تکنیکال بده، همون کافیه. آره احتمالا همین کار رو بکنم دیگه، اصلا چون میگم اصلا خیلی مسخره بود، اصلا نباید این اتفاق میافتاد. حالا خیلی هم حجم کمی بود، ولی اینکه اصلا ماهیت این قضیه رو دوست نداشتم، اینکه توی یه روند خیلی سودی با یه سیگنال خوب و توی سود هم بود اصلا پوزیشن ها، ولی یه دفعه باز شد و چون تو حالت ریسک فری هم بود و با گپ باز شد اصلا با ضرر بسته شد. یعنی همون امکانی که به شما نمیده که شما پوزیشن تو توی مثلا اگه مثلا یه جایی میخوای ببندی اصلا پوزیشن مارکت بسته است. خب من میخوام تحلیل می که اصلا میخوام مارکت خارج شم، چرا نمیتونم خارج شم؟ برای چی مثلا من بعد از اون باز میشه با گپ زیاد یهو مثلا یهو میره توی ضرر خیلی زیاد؟ این اختیار از شما، یعنی عملا استاپ معنی نداره توی در واقع. دقیقا. اوکی دستتون درد نکنه، مرسی. بابتون قضیه جورنال هم که وضعیت هم مشخص بود دیگه، انشالله حالا برای سری بعد خلاف رونده رو کلن از میکنم که اصلا دیگه اون مشکل هم پیش نیاد دیگه، انشالله با امید خدا. مرسی از لطف دوستان. در مورد حذفی ها این لیستی که من اینجا نوشتم هیچ کس توش نیست. خدا پدر و مادر شما عشقی دوست دارم. مرسی استاد. استاد شما یه جورایی دارین، چجوری بهتون بگم، حجت دارین به ما تمام میکنین. نمیخوام اون حالا سیستمی که قرار بود 10 نفر دارن، چون به نظرم همه زمانش رو کشیدن، حالا یه مقدار بالا پایین نمیشم، یه جورایی نخواستم کسی هم ناراحت بشه هم ناامید بشه. امیدوارم که تو مرحله بعدی اون نتیجه که باید رو هم با هم بگیریم. میخواستم یه عده بچه‌هایی که فعال هستن از در واقع دل این جمع بیان بیرون، که تقریبا همتون هم فعال بودید. دم همتون گرم. ممنون استاد. استاد عشقید به خدا. شما در نمیشید. ممنون. تو استاد. استاد من میتونم یه چیزی رو بگم؟ چیزی خیلی کوتاه اگر اجازه داشته باشم. واقعا من دارم میبینم انقدر دارید از تایمتون میزنید واسه ما، انقدر دارید زحمت میکشید، واقعا این لطفیه که هیچ جوره نمیتونیم جبرانش بکنیم و یه قسمت تایم متعلق به خود شما نیست و متعلق به خانواده است. به هر حال شما دارید از اونها میزنید واسه ما، خیلی خیلی ممنونتونیم. میخواستم حالا اینو الان دارم مطرح میکنم، توی گروه صحبتی ازش نشد، یهو به ذهنم رسید، خواستم اگر شما هم اجازه میدید و من چون میبینم که مشغله ها به هر حال بسیار هست، کمکی اگه بتونیم بهتون بکنیم که ما بتونیم کامنت هایی که حالا تو دوره های پراکس اکشن وجود داره دوستان سوال پرسیدن رو بیایم خودمون، ما حالا یه تعدادی به هر حال هستیم، اینا رو مطالعه کنیم، جمع بندی کنیم، که شما دیگه وقتتون رو ندارید اونها رو بخونید اگر قرار حالا به سوالات پاسخ بدید، یه تعداد سوال رو حالا بهتون تحویل بدیم که شما خودتون بعد اونها رو بتونید حالا به عنوان کلیپ یا هر چیزی تهیه بکنید، که هم کار شما تسهیل تر بشه، هم یه کمکی ما حداقل تونسته باشیم کرده باشیم، یه ادای دینی باشه، اگر که شما موافق باشید و دوستان هم تمایل داشته باشن. متین جان من کوچیکترین انتظاری از هیچ کس ندارم، یعنی اصلا از شما انتظار ندارم که بخواید هیچ چیز. این انتظار نیست، برای این نیست که من عذرخواهی میکنم میونی کلامت، این میدونم اصلا بحث انتظار نیست، حداقل یه واسه خود من حداقل اینطور هستش که یه کمکی شاید من هم تونسته باشم به شما کرده باشم، یه ادای دینی حداقل واسه خود من باشه اگر حالا اجازه داشته باشم. من اینجا من جور یه پیشنهاد دیگه بهت میدم، این کاری که با هم دیگه اینجا شروع کردیم رو هدف من اصلا همینه، برای من نمیخواد کاری کنی، من اصلا هیچ انتظاری ندارم. اگر روزی کسی رو دیدی مثل خودت دلش پاک بود، دلش صاف بود، داشت برای زندگیش تلاش میکرد، حق مردم رو نمیخورد، به کسی آسیب نمیزد، نیاز داشت که بهش کمک بشه، همون کمکش کن. این جبران کاریه که من برای شما کردم، همین. من هیچ انتظار دیگه ندارم ازت. دوره که تموم شد، خب شما اون نتیجه که باید رو انتظارش داشتین رو در واقع گرفتین. این دوره که داریم میریم داخل بحث تکنیکال دیگه دوره آخره، مرحله سومه.
بعد تو اون مرحله که میریم جلو آشنا میشین با حالا بعد تکنیکال نقاط ورود تو تک در واقع با مدیریت سرمایه و روانشناسی که الان هست قاطی میکنی و بعد که خودتون دیگه متوجه میشین که راه افتادین، بعد که راه میافتین دیگه کلا این ریش و قیچی دست شما. فقط بازم تاکید میکنم آدم هایی که انتخاب میکنین خیلی مهمه. شما انتخاب شدین بیشتر جدا از اینکه ببینید هزاران نفر انتخاب شدین دیگه، به خاطر قلب صافی بود که داشتین، به خاطر اینکه به دیگران آسیب نمیزنین، به خاطر اینکه لایقش هستین، برای اینکه سوء استفاده چی نیستین و و و تمام موارد هستش که باعث شد که شما رو انتخاب بکنن. شما برای انتخاب آدم ها دقت بکنین که کسانی که انتخاب میکنین آدم هایی نباشن فردا از این موارد سوء استفاده کنن برای درآمدزایی خودشون، برای منافع شخصی و و و چیزی که خودتون بهتر میدونین. این خیلی مهمه. کسانی که واقعا میخوان زندگیشون رو بسازن و به کمک شما نیاز دارن، من الان اسم نمیبرم، دوستی هست تو همین جمع شما به راحتی میتونه در واقع دیگران رو به راحتی، با اینکه فوق العاده میدونم تحت فشاره، میتونه پکیج بفروشه، میتونه هم اعتبارش رو داره هم تواناییش رو داره. خیلی از شما هم دارین، من نمیخوام اون شخصا بگم خب، ولی ترجیح داده که بیاد اینجا خودش استاده، بیاد بشه مثلا چرا اینجا توی جزو کسانی که من اسم شاگرد نمیذارم، من بیشتر اسم همکار میذارم. خب و به جای اینکه بخواد بره دیگران رو بچاپه، بیاد اینجا یاد بگیره، بیاد اینجا مثلا در کنار مثلا شما باشه، تو جمع شما باشه و حاضر نشده که با اینکه مثلا وضعیت مالی خوبی هم نداره بخواد بره مثلا از راهی که به دیگری آسیب میزنه یا مثلا وعده وعید و رویا به کسی میفروشه پول در بیاره. خب این ارزش داره که مثلا این اشخاص مثلا شما باشون کار بکنیم، به خاطر این خیلی مهمه. من نیازی ندارم، من متین جا میرم خودم بالاخره دارم ویدیوهاشو آماده میکنم، مطرح میکنم، مشکل خاصی نیست، حل میشه. ولی کار خاصی اینجا نمیشه برای من. منم نیاز ندارم، ولی ممکنه یه نفر باشه که شما کمکش بکنی زندگیش متحول شه، کمکش بکنی بتونه آیندهشو بهتر بسازه. این خیلی ارزشش بیشتره برای من. من اینو ترجیح میدم تا اینکه چند کامنت فقط بخوام. مثلا نمیگم زحمت برخور براتون، نمیگم که بی ارزشه، نه اصلا اینطور نیست، ولی من ترجیح میدم که انرژیتون رو بذاریم برای اینکه زندگی که آدمای دیگر رو که تشخیص میدن آدمای درستی هستن رو متعبر کنین، چون اینه که در نهایت باقی میمونه. ما تو این وضعیتی که تو ایران داریم همه یا دنبال رویا هستن یا دنبال سوار شدن رو کوله همدیگه هستن. حداقل ما که تو این فضا نیستیم بیایم اینو برای همدیگه ایجاد بکنیم، برای کسایی که واقعا نمیخوان نه رویا بخرن نه راه چه بدونم کسب درآمد درست رو منطقی رو دنبالش هستن و توی اون سردرگمی که اینمون براشون ایجاد کردن گم شدن و نمیدونن چیکار کنن. اگه یه روزی خواستین دوا کمک بکنین به کسی، لطفا این کارو بکنین. ممنون از همگی عزیزان. ببینم که میتونیم با آهنگ قشنگ تمامش بکنیم یا اینکه استاد جسارت منم تشکر بکنم از بچه‌ها جانم. تو همین میتینگ که امون شهریار فرمودن، پویای حسینی، امین رحیم و امین امیری واقعا وقت گذاشتم واسم. یعنی من خودم خیلی ایراد داشتم که از ستاشون تا ساعت 2-3 صبح وقت گذاشتم و کمک کردن که لاغل اون اشکالات برطرف بشه و واقعا میان در کنار زحمات شما و واقعا بچه هم زحمت کشن و از همشون برمیدن. دم همتون گم، واقعا همتون گلین. یکی اگه گلتر واقعا من نمیتونم هیچ چیز خاصی بگم. امیدوارم که هر کاری که میکنین برای همدیگه صدها برابرش تو زندگی خودتون نمود پیدا کنه، برکت و آرامش و سربلندی و عشق تو زندگی همتون باشه، لذت ببرین از زندگیتون. فقط همین رو میتونم بگم. استاد خیلی بزرگوارید. سلام. استاد به ما مشق نمیدین؟ مشق دقیقا اصلا تمرین نداریم برای بچه ها. تمرین نداریم دیگه، میریم سراغ در واقع یه گروه میزنیم و سعی میکنیم که بیشتر با هم وجود ارتباط باشیم و موقعیت ها رو در واقع اونجا با هم دیگه هماهنگ میکنیم. حتی با همین زوم هم هستیم اونجا. من گروه رو الان اسمش سومش رو لینکش رو میذارم، یه گروه جدید تشکیل میدیم و اونجا دیگه بیشتر با هم در ارتباط هستیم. لطف میکنید استاد. ممنون. مرسی استاد. مرسی استاد. خیلی ممنون. مرسی استاد. اصلا.
بشه.